سلام به شما دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. رسیدیم به شب 18 از مجموعه ویدیوهای شبانه آموزش لغات انگلیسی از کتاب 4000 لغت. توی این ویدیوها هر شب 10 تا کلمه رو با هم دیگه مرور میکنیم که میتونه خیلی در تقویت مکالمه مؤثر باشه. بریم سراغ اولین کلممون. Number 1. Horse. Horse به معنی اسب. Horse یعنی اسب. مثالش رو ببینیم. I went to a farm and saw a horse. I went to a farm and saw a horse. Went گذشته فعل go هستش، یعنی من رفتم. To a farm، به یک مزرعه. کلمه farm یعنی مزرعه. And saw گذشته فعل see به معنی دیدنه، و دیدم a horse، یک دونه اسب رو. پس میگه من به مزرعه رفتم و یه دونه اسب دیدم. I went to a farm and saw a horse. Number 2. Hospital. Hospital. Hospital به معنی بیمارستانه. The doctor talks to a patient at the hospital. The doctor talks to a patient at the hospital. میگه دکتر صحبت میکنه با کی؟ Patient به معنی مریض، بیمار. قبلا در مورد این کلمه صحبت کردیم. Patient به معنی بیمار هستش. At the hospital، در بیمارستان. ببینید گفته the doctor talks to، پس اگر بخوام بگیم صحبت کردن با کسی، تو انگلیسی باید بگیم talk to، نباید بگیم talk with، چون در واقع talk with اون ترجمه مستقیم از زبان فارسی به انگلیسیه و اینطور درست نیست. حرف اضافه ای که برای کلمه talk به معنی صحبت کردن استفاده میشه to هستش. The doctor talks to a patient at the hospital. حتما این عبارت ها باید تکرار بشه. Number 3. Leg. Leg به معنی پا هستش. البته میتونه به معنی پایه هم باشه، یعنی پایه میز، صندلی و اینطور وسایل. پس leg به معنی پا هستش. She hurt her leg. She hurt her leg. او به پایش آسیب زد. She hurt her leg. Hurt یعنی آسیب زدن. شاید براتون سوال باشه چرا اینجا زمانی که فاعلمون شی هست اما فعلمون hurt اس نگرفته. به این دلیل که این hurtی که اینجا میبینیم زمان گذشته است. فعل hurt زمان حال و زمان گذشته شبیه به همدیگه هستن. اینجا اگر زمان حال باشه باید باشه she hurts، اما چون زمان گذشته است بنابراین میگه she hurt her leg، او به پایش آسیب زد. خوب دقت کنید با کلمه heart اشتباه نشه. کلمه heart رو هم قبلا داشتیم، به معنی قلب بود. یه بار دیگه با من بگو she hurt her leg. Number 4. Medical. Medical. Medical یعنی پزشکی. Tyler is a medical student studying to become a doctor. یه بار دیگه. Tyler is a medical student studying to become a doctor. میگه تایلر یه medical studente، یعنی دانشجوی پزشکیه. کلمه student علاوه بر دانش آموز به معنی دانشجو هم هست، این یادتون باشه. پس میگه تایلر دانشجوی پزشکیه. Studying داره میخونه. To become a doctor. Become یعنی شدن. داره میخونه برای اینکه یه دکتر بشه. یه بار دیگه با من جمله رو تکرار کن. Tyler is a medical student studying to become a doctor. Number 5. Open. Open یعنی باز کردن. کلمه رایجیه و شما معنیش رو میدونید. Amy likes to open the window to let fresh air in. خوب دقت کنید، مثالش مثال خیلی جالبیه. Amy likes to open the window to let fresh air in. میگه Amy دوست داره open the window، پنجره رو باز کنه. برای چی؟ To let fresh air in. Let in یعنی که اجازه بده یه چیزی داخل بشه. Let یعنی اجازه دادن، in هم که یعنی داخل شدن. Let in یعنی یه اجازه بده که چیزی داخل بشه. حالا چه چیزی؟ fresh air. air یعنی هوا، fresh هم یعنی تازه، تر و تمیز. پس میگه ایمی دوست داره پنجره رو باز کنه تا بذاره هوای تمیز وارد بشه. درست شد؟ تا بذاره هوای تمیز وارد شه. یه بار دیگه مثال رو هم بخون. ایمی likes to open the window
to let fresh air in. Number 6, pull. Pull یعنی کشیدن. منظور شما یه چیزی رو به سمت خودتون بکشید. متضادش میشه push یعنی فشار دادن. The children pulled the rope. The children pulled the rope. Rope یعنی تناب. میگه بچه ها pull the rope، تناب رو میکشن. The children pulled the rope. Number 7, rabbit. Rabbit به معنی خرگوش. Rabbit یعنی خرگوش. Look at the rabbit in the park. نگاه کن به اون خرگوشی که توی پارکه. Look at the rabbit in the park. یادتون باشه حرف اضافه‌ای که برای کلمه look استفاده میشه at هستش. Look at the rabbit in the park. به اون خرگوشی که توی پارک نگاه کن. حتما این جملات رو تکرار کنید. Look at the rabbit in the park. Number 8, school. 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 معنی مدرسه. البته یادتون باشه اسکول میتونه معنی این مکاتب فکری هم باشه. حالا این یه معنی هستش که ممکنه خیلی کم باش برخورد داشته باشید، ولی خب باید بدونیم همین کلمه های ساده ای که ما خیلی رایج هست برامون و معنیاش رو میدونیم ممکنه معنی های دیگه هم داشته باشه. پس سکول به معنی مدرسه است. The students study at school. می دانش آموزان تو مدرسه درس میخونن. ولی بگید با من جملهش رو. The students study at school. دقت کنید تلفظش اسکول نیستا، باید بگیم سکول. سکول. استیودنت نیستا، استیودنت. استیودنت. استادی نیستا، استادی. The students، ببینید the students study at school. اصلا من هیچ جا نمیگم اسکول، استیودنت، استادی. نه، student study school. پس به تلفظ اینا خوب دقت کنید. Number 9, see به معنی دیدن. See به معنی دیدنه. Stephen doesn't want to see the scary picture. Stephen doesn't want to see the scary picture. میگه Stephen doesn't want. Stephen نمیخواد to see که ببینه. چه چیزی رو؟ The scary picture. Scary یعنی ترسناک. Picture هم که یعنی عکس. پس میگه Stephen نمیخواد اون عکس ترسناک رو ببینه. Stephen doesn't want to see the scary picture. Number 10, service. Service به معنی خدمات یا سرویس هستش. ما تو فارسی هم از کلمه سرویس زیاد استفاده میکنیم. The coffee shop has excellent service. The coffee shop has excellent service. میگه اون کافی شاپ سرویس فوق‌العاده عالی داره. Excellent یعنی عالی، فوق‌العاده. یه بار دیگه با من بگو. The coffee shop has excellent service. Excellent. کلمه‌اش رو خوب تکرار کنید و دقت کنید چون کلمه بسیار مهم و کاربردیه. خیلی ممنون که همراه من بودید. امیدوارم 10 تا کلمه براتون مفید باشه. ازتون خواهش میکنم اگر کانال من رو سابسکرایب نکردید حتما این کار رو انجام بدید و بقیه ویدیوها هم یه سر بزنید تا با مرور این کلمه ها بتونید یه گام بلند برای تقویت مکالمتون بردارید. خیلی مراقب خودتون باشید. Good night. شاد باشید.